از خدا علم کامل بخواید، علم ناقص بیچارتون میکنه، علم ناقص بیچارتون میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. دادن جان به که با هجران جانم زیستن، می توان بودن ولی بی پیر نتوان زیستن. راهم بار است و زیرش دام ها، قحطی معنا میان نام ها، قحطی معنا میان نام ها، لفظ ها و نام ها چون دام هاست، لفظ شیرین ریگ آب عمر باست. این موجود آدمی معجون عجیبست و به وسیله ریاضت خیلی کارا میشه کرد، اما حد این است که ما چه میخواییم بکنیم. این در درس های بعدی خواهد آمد. ما اینا اینجا میخوام پرسوار از کنم که سوال طبعا بیاد نمونه. ما بنشینیم مغز ما جام جهانی باشه فقط، ولی قدم بر نداریم. در اسلام نیست. در اسلام که باید گردیدم بشه، گردیدم به این که شما از دلها با خبر بشید. خب خیلی مهمه، مهم مثلا ما نمیدیم مهمی مهمه، ولی هدف هستی بالاتر از این مهمه. یا مثلا حتی مثلا در اجسام مادیات تصرف کردن، کرامات نظر کن باشی یه شیلی از حافظ است که بر این کرامات را میخواییم چکار بکنیم. برای مهمه، برای کسانی که منکر پشت پرده طبیعتن، منکر میتافیزیکن، فقط فیزیک را میبینن، برای خیلی مهم جالبه و واقعا همیشه برای اشخاصی راهبر باشه، دلیل باشه. اما قضیه بالاتر از این است که من بیام از که شعر حافظ که هر لحظه قارون کند گدا را، چون کیمیای هستی قارون کند گدا را. یک لحظه از هستی من که میتواند با یک توجه حبابوار، برای زیارت روخ یار سری کشیم و نگاهی کنیم و آب شریم. چه لحظه اینقدر ازش داره. من میگم میخوام از دلها با خبر بشم. خیر بلا فردا اگر علم پیشرفت کرد از دلها خبر داد، اون چی میشه؟ مطلب تمام میشه. علم فردا اگر علم پیشرفت کرد، اون آثار بسیار مخفی روح را، جذابیت روح را که در موجودات تصرف میکنه میکشه میاره جلو، آیا اون وقت معنیش از عرفان تمام شد؟ آغاز عرفانه. این هم یه مثلا. چرا اهل شهود نظرات متفاوت دارن؟ دیدن اگر درست باشد اخلاق نظر نمیآورد، چه اطمینانی به شهود هست؟ این سؤال خیلی از خودمونی و خیلی خوبه. و گاهی بعضی از خواهد سؤال را یه جور با اصلاحات و قلومبه و بلی بدون جهت که بلی نمیدونم اطلاق مقیدها چیلیند. اینا یه وقت گفتم بهتون بگم بد نیست، یه خود خستگی دوندن بره. یه نفر بود از اتاها خیلی شد، حتی سواد مماد الحمدلله راحت بود از اون جهت، ولی خیلی اصلاحات فلسفی حفظ کرده بود. اگر کسی وارد نبود بیچارش میکرد. و ایساق را میگه واقعا بزرگتر فیلسوف قرن. خودش بگم گفت، خودش گفت، گفت یه روزی در شمیرانات داشتم میمدم، دو تا دانشجوی بیچاره جلو منو گرفت. گفتن آقا ما یه سؤالی داریم. گفتم بفرمایید. خیلی هم خودم بگیر. گفتن مسئله شما مطرح کردن، نشان به نشان که اصلا نفهمیدم مسئله چیه، چون از کنم خیلی بالا بود بزرش سؤال را نفهمیدم. گفتن حالا اجازه بدون جهت که کلیات تجلید شده هرگز با معانی حرفی سازگار نخواهد شد. اصلا معنی نداره. و اون معانی حرفی که ما در نظر داریم به جهت اطلاقات عدمی که بر اونا هجوم می آورن، این حرفش نبوده. می گفت این بیچاره ها همینطور به من نگاه کردن. می گفت یکی از اونها گفت خیلی طبیعی گفتا، گفت آقا ببخشید شما دیوانه نیستید.
میگفت دویدم و زود ماشین از خوشم رفتم که دنبالش یه وقت سنگ پرابی نشد. خلاصه هر شود که چرا اهل شهود نظرات متفاوت دارن؟ دیدن اگر درست باشد که اخلاف نظر نمیابره چه اطمینانی به شهود هست؟ خیلی قشنگه سوال، خیلی بود آقا جان. اختلاف ها دو جوره بلکه سه جوره. یک اختلاف در اصل قضایاست. اصلا اختلاف اینه که این میگه شهود من من را کشونده به اینجا که خدا این هستی، هیچی دیگه ماورای این هستی نیست. یکی میگه نه آقا، من خدا را در مقام ربوبیش میبینم، شهود من این طوریه و این هم طریقی که از اون راه رفتم و هستی وابسته به اونه، هستی منور به نور ربوبیه، اما این موجود توی خدا نیست، من شهودم این طوری خدا. اون یکی میگه نخه شهود من چینی، اون یکی میگه شهود من چینی. اگر در اصل قضیه باشه قطعاً یکی از اینها حق، چون حقیقت من گفتم نقطه مرکزی داره یه نقطه بیشتر نیست، حقیقت یکیست، یا او اشتباه میکنه یا این اشتباه میکنه. اینا باید بشینم با هم دیگه یا به مطالعه یا به تفکر یا به اندیشه قضیشون حل کنم. یکی هم این است که نه، طرقشون طرق اینها مختلفه و میرسن به یک نتایج مختلف، برای اون نتایج مختلف ابعاد مختلف اشکال نداره. مثل این که شما در زیبایی، در زیبایی میگید آقا من شهود من اینطور میرسونه که رنگ صورتی من در میان رنگها بیشتر میپسندم. اون یک میگه خیر، من شهود من رنگ کرم را نشان میده. اینها با هم یه طرف و ابعاد زیباییه، زیبایی حقیقتیه، ابعادش در رنگها در گلها مختلف متنبعه. اینجور اختلافا اشکالی نداره. شبت که باز عرض میکنم، شاید از عرایز قبلی که درباره بعضی از سوالات عرض کردم حل بشه، ولی با این حال عرض میکنم مانعی نیست. ببینید خداوند متعال در فطرت صاف انسان ها اون بارقه ها رو قدرت قوه اون بارقه ها رو پتانسیلش قرار داده. قدرت چه دارید؟ همه دارن، همه دارن. لذا گاهی میبینید که از اشخاص انسان یه حرفایی میشنود میگه خدایا این شخصیت و این منش و مجموع این موجود این هر سبش نمیاد خدایا، یعنی چه؟ این اشکال نیست، این در حقیقت فطرت گوشه های دش مونده. برای این حضرت درباره ویژان گفتن، من درباره فطرتم به شما عرض میکنم، گفته است برای اینکه یک وجدان 100% خاموش بشه سقوطی از بالاترین نقطه به پایینترین نقطه میخواد. به این زودی ها وجدان خاموش نمیشه. فطرت آدمی خیلی قویه، کارش هم میکنه. یه تعبیر خوبی داره، میگه این وجدان فرشته است، حتی اگر تو اینقدر بزن چشمش را کور کنی این فرشته همینجور که نشسته باز با بال پر نشان دادن به شما میگه مجرمی، مجرمی، مجرمی. با بال نشان دادن چشمش هم نمیبینه ها، از بس زدی چشمش را کور کردی در معصیت ها. عبارت ما رو یکی از بزرگان این که الهامات و این الهام دیگه نمیشه گفتی حالا اونی که از طرف خدا بیاد باید یک درمونه صاف کنه. چیه ماره؟ چیز رو فهمید که ماره حافظ بله همه شون دارن دیگه، اون قلب صاف میخواد که از طرف خدا یه الهام و بارگاه های پیش بیاد. این مربوط به فطرت و وجدانه، وجدان آدمی با اون قوای کشف ناشده انسان هاست که گاهی یه بارقه میزنه. این تحولات روحی را در نظر داشته باشید، در طول تاریخ اشخاص هم 50 سال در آلودگی گذرانده، یه حادثه پیش اومده آقا منقلب کرد و پر تاریخ پر
حتی یه دفعه یکی از آیان در تم تربیت میخواست چیزی بنویسه، موضوع دکترش با من مشورت میکرد، گفتم اینا بنویسید که انقلابات روانی ناگهانی که یک دفعه 180 درجه. یک فقط مثال میخوام بزنم در نظر شریفتون شاید باشه. سنایی، حکیم سنایی، یه شاعر همچین دبه دستی چیزی نبود. روزی معاصرش اون سلطان غزنوی میخواست بره به جنگ هندوستان. آمدن به این گفتن که اون غزنوی، یادم نیست ابراهیم غزنوی یا چی، میخواد بره هندوستان، یک قصیده براش بساز بیار بخون برای تو خلعت بدن. اینم رفت نشست، حالا خدا میده چقدر زحمت کشید این شعر را گفت. آمد و خوند و اون سلطان غزنوی خیلی خوشش اومد، یک جایزه بسیار بزرگی داد. اینم حالا دیگه بغل ها پر داشت میومد. اون زمان یک شخص بود به نام مجذوب لایخار، مثل بهلول زمان بنی عباس. این با اینکه دیوانن ما بود یک چیزهای خیلی مهم میدان میگفت. اون مجذوبم از اونها بود، خودش به دیوانگی زده بود و گاهی یک تکه هایی میانداخت در جامعه که موج برمیداشت که شنیدید مجذوب دیروز چه گفت؟ مجذوب نزده. اینطور سنایی همینطور که تو کوچه داشت میامد خونه در حال مباهات و بالیدن به خود، در یه دفعه دید صدای مجذوب میاد. ولی هر طرف رو دید نه خبری نیست. باز همجور میومد، یه دیوار دید شکافی داره. از شکاف دیوار نگاه کرد، دید مجذوب لایخار اونجا با تونتاب میشسته. اونجا تون بوده. تون میدوید یعنی چه؟ یه گلخن. سابق برای حمام ها را که میخواستن داغ کنن، آبش را گرم کنن، یه جایی بود اونجا سوخت دارن میریختن. زباله ها را که از اونجا آتش درست میکردن حمام گرم شد. دید که دو نفر نشسته دارن صحبت میکنن. یک دفعه این مجذوب گفت که برو یک پیاله بیاور به کوری چشم اون غزنویک که کار مسلمانان را نساخته، به فکر فتح هندوستان افتاده است. اون چیز گفته مجذوب یک پیاله دیگر بیاور به کوری چشم سنایک غزنوی که عمری تلف کرده و این توفیلی انسانها را مد گفته. عمری تلف کرده، کاغذی باطل کرده، این توفیلی عرشبت که تباه انسانها را مد کرده. و اگر در آغاز ابدیت بگوید سنایی برای امروز چه آورده، این کاغذ باطل شده را میشون خواهد دارد. کاغذ باطل شده سنایی رفت که رفت که رفت در رده بالاترین رده شعران او را قرار زدن. در رسالهای فوق رسال شد. این هم بیگم یه علمی داره چون دیگه میبینی یه چیز میبینی. اگر تفسیر برای با مشکل شد، واقعیت را نادیده نگیری میشه. بعضی از مغرب زمینی ها مشکله واقع نه این نیست. چی نیست آقا؟ بگو مشکل برادر من بشینیم بلکه برای حلش. امروز ما نکردیم آینده حل کنه. این انقلاب روانی شاید بشود گفت که اگر پنج عامل برای ساختن انسان‌هایی که گاهی جامعه را ساختن همین عامل نمی‌دونید چه کار کرده در تاریخ. همینطور یه نفر یادم یاد دیگه نمی‌خوام اشرف بیشتر توضیح بدم، شاید خیلی از دوستان مدرجه داشته باشن، برادرش را در یک کشوری داشتن اعدام می‌کردن. برادرش گناهکار نبود از نظر سیاسی کاری فلان. این خواهر مادرش یه دسته اینا گرفته و این پسر 7 ساله را یه دست خواهرشا رفته و به اون میدان همینجور که نگاه میکرد وقتی دیگه نمیدونم تیر انداختن یا دار کشیدن، پسره این 7 ساله اینجوری کرد و من اینا تا نابود نکنم به نگاه میکردم دست کارا و کرد تمام شد. 7 ساله یعنی که آقا این انقلاب را هست. بیایید در با اینها بنویسید، بیایید بشر را از این سرمایه هاشون آگاه کنید. به خدا والا
شما هم شاید الان همین دوستان ما با این سنهای خیلی مخفی شاید شنیده باشن از پدرانشون، شاید مثلا در کتابا دیده باشن هستن که یه حادثه یا یک شخصیت مانایی سر راهش را گرفته، سر راهش را چنان انقلابی در روح ایجاد کرده جامعه را برگردونده. ما اینا داریم، شوخی نیست که البته من الان نمیخوام ارزیابی کنم مسائل را. این مولای رومی مولاست، مفسر، فقیه، اصولی، فیلسوف، حکیم، هر چی مولا به تمام معنا، به احتمال اینکه این چیزی داره به نام شمس تبریزی، به احتمال این فجار 17 سال مردم را داره در طوفان عرفان میچرد و احتمالا که این یه چیزی داره که من اینا باید بگیرم. سجادنشین با وقاری بودم، بازیچه کوی کودکانم کردم. از کردم اینا بحثای روانی داره، الان نمیخوام صحبت کنم. اما هست، هست را نگوییم نیست، اعتراف کنیم به ناتوانیمون، برادران، خواهران، بله هرچی را که ندانیم که میمید. اگر خدا به این حرف ما خوش میداره اصلا هستی را نمیآورد. ولم اتبع الحق و اهواءهم، اگر حق از هوای اینها تبعیت میکرد آسمان ها و زمین فاسد میشد. قانون داره به هر حال. آقا جان ببینید این سوال هم باز خوبه، میخوایی دوباره بخونم؟ شما چه تفاوتی ما بین عرفان و مذهب میگذارید؟ چون ظاهرن هر وقت از عرفان تعریفی ایراد داده اید کافیست به جای کلمه عرفان مذهب بگذاریم تا به تعریف مذهب برسیم. در درس های بعدی ما داریم آزادی عرفان، هنر عرفان، تمدن عرفان، مذهب عرفان. خب چنانکه الان در بحث خدا و عرفان دیگه، مذهب عرفان، عشق و عرفان، زیبایی و عرفان و هاکزا 25-6 تا جور کرده میشنه براتون اگر خدا بخواد شانه عرض خواهم کرد. در مذهب و عرفان من یک مسئله ای را عرض میکنم که اون مسئله قضیه تمام میکنه. جبران خلیل جبران، جبران خلیل جبران، این یک کتابی داره The Prophet، النبی، پیامبر، خودش به انگلیسی نوشته، لبنانیه. اگر میمون یه مولای رومی برای آیان عرب ها میشد، یه مولای رومی کوچکی میشد برای آیان عرب ها، ولی حیف که پرید، زود پرید. کتابی داره به نام پیامبر، شنیدم در 2 سال اول انتشار این کتاب به 40 زبان ترجمه شد. از در ظرافت و لطافت واقعا در حد بالاست، خیلی بالاست، نشان میداد که چیزی داشته برای گفتن، چیزی داشته و برای گفتن چیزهایی میتواند بگه. ایشون در این کتاب پیامبرش شاید 70-80 صفحه بیشتر نباشه، ترجمه هم شده قبلا و 2 بار ترجمه شده و اونجا مجسم میکند یک پیامبر کار خودش را انجام داده، میخواد وداع، خواد بره از این دنیا. چقدر حالا مجسم کرده، چقدر ظریف، واقعا آدم خیلی لذت میبره از ذوق ظریف این من. میگه آمد وسط میدان شهر که وداع کند امت خود را. اول از جمعیت یه نفر به نمایندگی جمعیت تشکر کرد. ای تنها رخت خواب های پیپرنیان ما برای تو حاضر بود، سفره های رنگارنگ ما برای تو گسترده بود، آغوش عواطف ما برای تو باز بود، ولی ما همواره می دیدیم تو در اطراف شهر روی تپه ها، روی بلندی ها می رفتی، اونجا تنها لحظاتی می نشستی. چرا با ما گرم نمی شدی؟ جواب می ده که اگر یه ذره بر شما مشرف نبودم نمی فهمیدم شما چه می گید، دردتون چیه، رواتون چیه. تپه جمعی سمبولیک داره،
من هم این همون را که شما میخواهید تمایلات شهوات هم را داشت باشم. میفهمم اون شما چی میگید، میتونم در برای شما حرفی بزنم؟ این یک همجوری میگم گریه شروع میشه و اینها. اون وقت مجسم کرده که البته رومانتیکه، مجسم کرده که یه نفر مادر ترتیب به ترتیب از نمیکنم، اما شاید بسن مادر چهارم باشه. من الان مادر ندارم، یه مادری کودک به بغل میآید و سلام عرض میکند، میگوید ای پیامبر عزیز با ما چند کلمه درباره عطوفت مادری صحبت بفرما. ایشون هم یه دو سه سطری در این باره مادر و کودک که اگر به تنهایی مورد تحلیل بشه میتونه راز خلقت را معنا کنه بحث میکنه. یک کشاورزی بیل به دوش آمد، گفت ای پیامبر عزیز درباره کشت و زرع با ما صحبت بفرما. اونم شروع کرد گفت شما وقتی که لبه بیل شما به زمین میخورد برای اینکه زمین را دگرگون کنید بعض بکارید، در حقیقت آواز و آهنگ اصیل زمین را که عبارت از حیات انسان هاست شما در می آورید. این زمین هم برای خودش آهنگی داره، آهنگش لبه با لبه بیل شما در می آورد. شبیه به این یه پوشکین هم یه حرفی داره درباره اون سمبول هایی که باد میاد همینجوری وقتی رسیده باد میاد اینجوری اونها رو حرکت میده، که میگه اینجوری تعظیم کنم برای دروگران که بیایید وقت ورود ما بر جانهای آدمیان رسیده است. شما را بخدا این ادبیات، این هم ادبیات میشه؟ رفتم گنجش بفهم ادبیات خلاصی. بعد از اون یک راهبه پیش آمد، گفت که ای پیامبر ما درباره رهبنه رهبانیت با ما صحبت بفرما. یا عارفی پیش آمد، گفت ای پیامبر عزیز درباره عرفان با ما صحبت بفرما. یه تکه های بسیار لطیفی در عرفان بیان کرد. بعد یک معلم آمد جلو، ای پیامبر عزیز درباره تعلیم و تربیت راستی با ما صحبت بفرما. در لحظات نهایی که از تو میخواییم ودا کنیم درباره تعلیم تربیت یک تکه هایی داره که وقتی که یک انسانی در سر درس به شما نگاه میکنه در حقیقت چشم های او در حال سجده است. وقتی که او خم میشوید در آزمایشگاه به او مطلب نشان میدهید جفتون به رکوع رفتید. یک مضامینی ها یعنی اینا میخوان جداش کنن. از کی دارید جدا میکنید؟ از بشر میخواید ازش بگیرید؟ بده ببینم چی میخواید بگیرید؟ اومد چه میخواییم بدید؟ درستان که در ذاتش از این قضیه هم بیلا میزنه و هم عرفان داره، هم میشنه سر کلاس به عرشت دانش آموزان دانش خودش مطلب میگه و هم در حال رکوع و سجوده. این اگر حل نکنه کار بزرگ بشر را هیچ فرهنگی حل نخواهد کرد. آقا بعد از اینکه اینها تمام میشه یک دفعه یک مذهبی پیش میاد، یا آدم متنگینه خیلی پاک سلام میکنه، میگه ای پیامبر عزیز درباره مذهب چند کلمه با ما صحبت بفرما. پیامبر میگه تا حال درباره چی صحبت میکرد؟ اگر مذهب است یعنی اینها، اگر هم که ساختی فکر شما زنگوله ایست که خودتون به گردتون بسید میکار من میشه مذهب حیری یعنی. آیا ارتباطی بین منطق دیالکتیکی با عرفان وجود دارد؟ اگر منطق دیالکتیکی منظور مراعات تضاد باشه، یعنی سپایه به اصطلاح هگل تز و آنتی تز و سنتز و تأثیر متقابل و تبدل کمیت ها به کیفیت ها، به اون شکل در عرفان که مافوق این هاست جریان نداره. به اون شکل
ولی ممکن است که توضیح تضاد اینجا داده بشه. مثلا بگوییم در مقدمه حرکت نفس با تعقل یه مبارزه خواهند داشت، تضادی خواهند داشت. این تضاد را بارور ساختن و ازش یک سنتز عالی تر استخراج کردن یک منطق دیالکتیکی در عرفان. در دو ضد وقت که تکاپو می کنن در جهان طبیعت به سنتزی که تبدیل می شوند، دو تا ضد تعین خود را از دست می دهند، ولی در اون سنتز یک اتحاد و هماهنگی پیدا می کنند. در صورت که عقل و نفس هیچ وقت اتحاد پیدا نمی کنه. عقل با غرایز طبیعی، عقل با خود طبیعی، عقل با من حیوانی، اینها اونطور تضادشون اونطور نیست که اگر به تکاپو و تلاش و به گلاویزی افتادن یک ثالثی به نام سنتز که در منطقه دیالکتیک در فلسفه دیالکتیک بیان می شود به وجود بیاید و ما بگوییم که این سنتز محصول اون دوتا ضد و تکاپوی اونهاست. لذا بله ممکنه مثلا از جهت تأثیر تأثیرها بگوییم مثلا در عرفان یک انسان سالک از یک رهبر، از یک مربی، از یک معلم واقعا تأثیر میپذیره. خب چنان که خب در اسلام هست دیگه که حلکم رون لیس له حکیمون یرشده، اون انسان ها هلاک شد که برای اون یک انسان حکیمی نباشد او را ارشادش کنه. این ما داریم، این تأثیر خواهد کرد در حکیم، در اون مربی، در اون راهنما. حتی تعبیر قطب از نمی کنم، این عللی داره. باشه اونجا اصطلاحاتی را به کار ببریم که مورد اتفاق همه ماست، هم عرفا، هم حکما، هم متشرعین، هم فقها، هم متکلمین. رهبر و مربی، و کلمه مربی چه خوب است، چه خوبه کلمه مربی. اونطور که راغب اصفهانی در تفسیر کلمه تربیت داره شامل همین هاست، خیلی عالی تفسیر کرده، میگوید که تربیت در حقیقت رساندن یک موجود به حد اعلای کمال ممکن درباره اون موجود. چقدر قشنگ، از خود ربا هم در عربی معنای بلندیه. ربا، ربا، ربه با الف مقصوره، ربی نوشته میشود و ربا خوانده میشه. وقتی که این زبان مثل عربیه میگن الان اومدی، فقط بلغ سیل ربا، سیل از تپه گذشته، سیل از قله گذشته، حالا آمدی. مثلا ما میگیم نوش دارو پس از مرگ به سهراب، در عربی هست که الان این را میزنی وقت بلغ سیل ربا، با اینکه سیل به بلندی از بلندی رفت، سرازیر شده رفته، ربا بلندی. راغب خوب استفاده کرده، راغب اصفهانی در مفردات میگه که این وقتی میگویم تربیت یعنی رساندن استعداد یک موجود و عرشبت که نهاد یک موجود از بالقوه به اون اندازه از بالفعل و کمال که درباره ممکنه، یعنی به حد اعلاش. خیلی تعبیر خیلی قشنگ، اگر در کتاب های ترم تربیت این را مراعات بفرمایید خیلی به جاست. تعریف از یک کسیست که از نظر ادبیات فارسی عربی خیلی قویه و به قرآن هم خوب وارده. به هر حال این کلمه مربی را به کار میبرم که مورد اشتباه نشود و مسئله انگیز نشه. و مربی همه داره، همه داره. اصلا در قرآن بعد از کلمه الله، کلمه که بیش از همه تکرار شده در اوصاف خداوندی رب است. رب خیلی آمده، خیلی خیلی، یعنی پرورش دهنده، یعنی همونطور که گفته باش و هستی را به وجود آورده است، به عهده گرفته است از راه قانون و تشریع این انسان‌ها را و این جهان را به اون ربا برسوند، به حد اعلای کمالش برسوند. رب
هر حال این تأثیر و تأثر هم ممکنه صحبت بشه که دیده شده است که حتی اساطیر عزیزمون در نظرشون باید باشه. آهی بعضی از تلامزه، بعضی از شاعران هستن یه چیزی به ذهنشون میزنن، یه بارخه خودشم نمیفهمه علشش چیه. استاد شدیدن میتونه از استفاده کنه، بیشتر گوش داشته باشه به حرف اشوت دانشوش. ما در حوزه ها که اینا زیاد میدیدیم، بحث که زیاد میشد، طلبه ها با اساتیدشون بحث میکردیم و نفلان، استاد عجیب گوش میداد، عجیب. و گاهی میشد که اصلا سرنوشت مسئله عوض میشد با یه احتمال که طلبه مطرح میکرد. این خیلی مهمه، چون دیگه گفت یه درد دل اینجا بکنیم بگذاریم. البته نیستن الان از این اشخاص ما نداریم، مخصوصا در این کلاس خودمون. در گذشته یک استادی که حتی به عرفان معروف نبود، حتی در عرفان کتاب نمیشته، یک سوالی که شاگردش در کلاس از او کرده، یه سوال 9 سال پشت دکترا نگرش داشت، دکترش نداد، رسالش تصدیق نکرد. چرا؟ آقا بهش برخورده است. در صورت که اون شاگرد، من خودم بعدم آمد صحبه گفت والله چه نظری غیر از تحمیدن نداشتم. 9 سال عمر یک آدمی تلف بشه. در صورت که بهترین استاد کسی است که دانشجوی خودش را فراموش نکنه. در این شخص معروفه دیگه، اسم نمیبرم، همین معروف، همون معروفه، همون استاد معروفه، همین دیگه، نباید اسم ببریم. برای شروع این کارو بله، از این معنا تأثیر و تأثیر. البته مثلا بگیم که یک معنا که از تراکم کمیت ها، البته خودی را ما در اسدیارتی مورد اعتراض قرار داده بودیم ها، کمیت محض بدل به کیفیت نمیشه. کمیت هایی که دارای کیفیت های معینی هستن میخورن به کیفیت های دیگر. اجازه بدید من یه مثالی از کنم. خب این آب، ما الان اینجا یه لیوان آب داریم، یه ظرف بزرگ بیارید هی از این لیوان ها بریزید، ماهیت آب همونه، هیچ فرق نداره. ماهیت آب هیچ فرق نداره. وزن یه کیفیت خاصی به این نیست که نمودش نشان بده. اون موقع بعضی از صاحب قلم ها، نویسندگان خیال میکردن خود وزن کیفیت جریبی ایجاد شده. نه، وزن یا مربوط به جاذبیت زمینه، به جهت ثقله. این مثلا اگر از اکسیژن و هیدروژن مرکبه، بعد از تراکم نمیشه اکسیژن و هیدروژن و اورانیوم، نه همون اکسیژن و هیدروژنه، کیفیت عوض نشد. برای اینکه کمیت مبدل به کیفیت باشه، هر واحدی از کمیت ها باید یه خصوصیت کیفی معین داشته باشه. اون وقت در تراکم، در تفاعل باید باشه به کیفیت دیگر. این در عرفان ممکنه، نه در عرفان، در همه اوصاف عالی انسانی امکان پذیره که چنین چیزی پیش بیاد. مثلا فرض کنید که ریاضت ها، تصفیه نفس، تزکیه نفس، همون فرض کنید که یه خدمت اجتماعی رو یک کسی برای خودش ذکر قرار داده، یک کسی ذکر را برای خودش وسیله قرار داده، این با تکرارش هر دفعه یک کیفیت روانی خاصی داره که مبدل میشه به یک اثر انکشاف والا و بارده یا اعلا. و الا مجدد یا صمد، یا صمد، یا صمد، یا صمد، تکرار این کلمه با تکرار مفهومش اگر هیچ گونه کیفیت جدیدی در دوم سوم چهارم نباشد، این یک کیفیت خاصی نخواهد داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.